رابعه خالدی نام دارد. تازه از مهاجرت کشور ترکیه برگشته است. او که تنها نانآور نو عضو خانواده اش است و به درجه عالی مدرک تحصیلی خود را در بخش های بازرگانی از بیرون کشور گرفته است. میگوید از اینکه چانسش یاری نکرده که در یکی از ادارات دولتی کار کند، فروشگاه لباس های زنانه در پایتخت ساخته تا نفقه خانواده اش را مهیا کند. با خدا من شبها و روزا تو فکر که میکنم اگر طالب بیایه وقتش او خو نمیخواه که دخترها درس بخوانن، نمیخواهن دخترها یعنی در دفترها کار کنن. پس این چیزا که نباشه یک مملکت بخی از سقوط است. وقتش نمی بسیار یک همه چیز که سقوط شد و مکتب پانتون یا که بند شد کارموم داون میشه. رابعه امید دارد که در افغانستان صلح شود تا بتواند کاربارش را رونق دهد. اما وی میگوید از زمانی که این فروشگاه را ساخته است مورد تمسخر همسایگانش واقع شده و حتی چند بار تهدید هم شده است. ما زیادتر کسا را نمیگیم که مال دکان ما، میگیم شاگرد هستیم. از خاطر که اگر بفهمن با ما تهدید زیادتر ما تهدید شدیم. حتی شماره خودن انداختن، از دیگه شماره زنگ زدن، در ارگان های دولت آمدن، به چهره های دیگه آمدن. آدم گفته نمیتونه که دیمی چاره هزارها رقم نفر هست. ما که صد رقم هزارها نفر گروه سر میخوریم، ما را اذیت میکنن. بانو خالدی میگوید که اگر طالبان پس از صلح به وی اجازه کار را ندهند، طبیعت افغانیش را ترک میکند.